هر ساله با آغاز موج گرما و آتش سوزی های تابستانی در امریکا، مناطق مختلف این کشور در معرض شدیدترین آسیب های زیست محیطی قرار می گیرد. طبق اعلام سازمان جنگلبانی و مقابله با آتش سوزی کالیفرنیا، این ایالت در حال سپری کردن داغ‌ترین تابستان خود طی سال‌های اخیر است و موج شدید گرمای امسال موجب گسترش پدیده خشکسالی در نقاط مختلف کالیفرنیا شده. از ابتدای تابستان حدود 3600 مورد آتش سوزی در کالیفرنیا گزارش شده و در مجموع 22905 هکتار از اراضی جنگلی طعمه حریق شده است. آتش سوزی ها باعث تخلیه ساکنان 5 منطقه مسکونی و کمپ تفریحی در این ایالت شده و دود ناشی از آتش کیفیت دید در پارک ملی آمریکا را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، پیشروی آتش سوزی باعث شده قدیمی ترین درختان جهان موسوم به درختان سکویا که در کالیفرنیا قرار دارند با خطر نابودی روبرو شوند. در حال حاضر 500 درخت سکویا به دلیل گسترش آتش سوزی با خطر مواجهند و نگرانی ها از رسیدن آتش به این درختان کهن سال افزایش یافته است. از جمله درختان سکویای در معرض نابودی میتوان به درخت گریزلی قول پیکر با قدمت حدود 3000 سال و همچنین درخت شرمن اشاره کرد. درختی به ارتفاع 83 متر و قطر 11 متر که بزرگترین درخت سکویا محسوب میشود. مقامات محلی با نصب دستگاه‌های رطوبت‌ساز و جابجایی مواد قابل اشتعال از منطقه تلاش می‌کنند از این درختان محافظت کنند. از سوی دیگر در 6 ماه ابتدایی سال جاری میلادی قسمتی از جنگل‌های آمازون نابود شده است. منطقه‌ای وسیع که 5 برابر بزرگتر از کلان شهر نیویورک است. طبق اعلام اداره پژوهش‌های فضایی برزیل، در 6 ماه نخست سال 2022 حدود 4000 کیلومتر مربع از جنگل‌های آمازون نابود شده. آماری که نسبت به سال گذشته 10% افزایش داشته و از سال 2015 که آمارهای مربوط به جنگل زدایی در آمازون منتشر می‌شود، رکورد جدیدی به شمار می‌رود. در اغلب مواقع آتش سوزی در جنگل‌های آمازون مربوط به خطاهای انسانی مانند برپایی آتش است. اما کارشناسان معتقدند که در سالهای اخیر تلاش کشاورزان برای پاکسازی مناطق جنگلی و تبدیل آنها به زمین کشاورزی علت اصلی آتش سوزی ها بوده است. کارشناسان محیط زیست سیاست‌های بولسونارو رئیس جمهور برزیل را مسئول وضعیت فاجعه بار جنگل زدایی در آمازون می‌دانند.